بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و سرحال و سرخوش باشید. خب، چند وقت پیش آکادمی لرن فایلز اومد شروع کرد به گذاشتن آموزش های مربوط به دنیای الکترونیک برای مهندسین برق و یا هر کسی که به دنیای الکترونیک و حالا مدارها و پردازنده ها علاقه داره. لرن فایلز شروع این سلسله مراتب رو با آموزش میکروکنترلر های AVR در واقع شروع کرد و تو اون دوره ما اومدیم در واقع با خود میکروکنترلر، پردازنده میکروکنترلر آشنا شدیم، با میکروپروسسور آشنا شدیم، اینا رو با هم مقایسه کردیم و شروع کردیم به آموزش یک نوع خاص از این میکروکنترلر ها که ساخته شرکت اتمل هست به نام میکروکنترلر های AVR و سری 80 مگا رو بررسی کرد به صورت صرف تا صد و پروژه‌ای. بعد از اینکه دوره AVR تموم شد، خب خیلی استقبال خوبی شد، خیلی طرفدار پیدا کرد این آموزش‌های الکترونیک و درخواست دادن دوستان که این آموزش‌ها قطع نشه و همینجور ادامه پیدا کنه. برای پارت دو ما آموزش نرم افزار پورتوس رو در نظر گرفتیم و گفتیم این نرم افزار برای شبیه سازی و تست مدارات خیلی کاربرد داره، برای اینکه ما هزینه نکنیم مدار رو بسازیم بعد ببینیم یه جا مشکل داره و هزینه‌مون در واقع بیهوده بشه. ما این نرم افزار پورتوس رو به صورت صفر تا صدی آموزش دادیم، بخش شماتیک، بخش طراحی پی سی دی و اون دوره به صورت پروژه محور بود که در انتهای پروژه یک مدار در واقع تغذیه برای بردبورد ها درست کرد، که البته در ابتدای دوره ما اومدیم یک آشنایی با مدارات منطقی پیدا کردیم و مدارات منطقی رو بررسی کردیم. اما دوستان بعد از اتمام این دوره در واقع خیلی ها پیام دادن که و درخواست دادن که دوره آموزشی آردوینو رو بذاریم و ما هم خب تابع شما دوستان عزیز هستیم و دوره آموزشی آردوینو رو قرار دادیم. بنده هم که سعید حسینی هستم، دوستانی که دوره ای وی آر و پورتوس رو گذروندن با بنده و شیوه تدریس هم آشنایی دارن. خب این جلسه که جلسه مقدمه هست، با شیوه کار جلسات مقدمه آشنایی دارین. میایم بررسی میکنیم سرفصل‌ها رو و کلیات دوره، مثل پیش نیازها و حالا منابعی که بر تدریس استفاده شده، و این جلسه صرفا جلسه آشنایی با دوره است. خب اما سرفصل، خب همونطور که با شیوه تدریس بنده آشنا هستیم، این سرفصل که توی جلسه مقدمه معرفی میشه سرفصل کلی هست و دلیل نمیشه که مثلا هر سرفصل یک ویدیو باشه و ممکنه هر سرفصل خودش باز تقسیم بشه به چند زیرفصل و هر کدوم چند ویدیوی مربوط خودشون داشته باشه. پس این سرفصل کلیه و برای آشنایی با کلیت دوره من اینجا قرار دادم که این سرفصل و زیرفصلاش به صورت کامل روی سایت قرار خواهد گرفت. اما اولین کاری که ما می‌خوایم بکنیم در واقع از جلسه آینده بیم، اول آردوینو رو معرفی بکنیم، ببینیم که خود آردوینو چی هست. اصلا برای دوستانی که حتی اسمش هم نشنیدن برای باید آشنایی پیدا کنم و ما میایم در واقع بردهای آردوینو رو معرفی میکنیم. بعد از اون میایم انواع بردهای آردوینو رو بررسی میکنیم. همونطور که اگه یادتون باشه توی دوره AVR ما بعد از اینکه اومدیم میکروکنترلرها و میکروپروسسورها رو معرفی کردیم، گفتیم میکروکنترلرها مدل‌های مختلفی دارن، اومدیم مثلا AVR رو انتخاب کردیم. حالا اومدیم توی AVRها انواع مختلف AVR رو بررسی کردیم و مثلا مدل 80 مگا رو انتخاب کردیم. در واقع این سرفصل هم برای همین هست که ما میایم انواع بردهای آردوینو رو بررسی میکنیم، با هم مقایسهشون میکنیم و برای این دوره چون که یکم منسجمتر بشه و بهتر بتونیم پیش بریم یک مدل رو انتخاب میکنیم و تا آخر با همون مدل کار میکنیم، که البته فرق اساسی با هم نداره و مثلا شما اگه مدل A رو یاد بگیریم به راحتی میتونیم در واقع با مدل B هم کار بکنیم. بعد از اینکه انواع بردها رو بررسی کردیم، میایم سراغ در واقع ساختار بردهای آردوینو. اینکه در واقع
ساختمانشون چی هست، چجوری ساخته شدن و از چه قسمت هایی تشکیل میشن، و از اینها مهمتر که چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میدن. و تو این سرفصل میایم این موارد رو بررسی میکنیم. بعد از اون وارد در واقع بحث برنامه نویسی آردوینو میشیم. اینکه در واقع چجوری اینها رو برنامه نویسی میکنن و میایم کامپایلرش رو معرفی میکنیم. اگه در واقع فایل های نصبش رو در اختیارتون قرار میدیم، اگه نصبش مسئله خاصی داشت، آموزش نصبش رو من در اختیارتون قرار میدم، بهتون توضیح میدم. و همچنین یه مختصری راجع به زبان برنامه نویسیش که توضیح میدم، مواردی که نیاز هست تو دوره شما آشنا باشید رو تو زمینه برنامه نویسی و کامپایلر تو این سرفصل بررسی خواهیم. اما سرفصل بعدی در واقع آشنایی کلی با نرم افزارهای مورد استفاده در دوره است. خب ما برای اینکه دورهمون یکم جذاب تر بشه، بهتره که بیایم حالا اون پروژه‌ای که انجام میدیم رو شبیه سازی بکنیم. برای این شبیه سازی هم از نرم افزار پورتورس استفاده خواهیم کرد که دوستانی که دورهش رو دیدن کاملا آشنایی دارن و مسلطن بهش، و هم از نرم افزار فریتزینگ که در واقع اون رو هم من به شما آموزش میدم در خلال همین دوره. یه نرم افزار جالبی هست برای در واقع قشنگتر کردن کار و شیکتر کردن پروژه که انجام میدین بدون اینکه بخوایم بسازیم پروژهتون، هزینه ساخت بدیم. مورد بعدی که در واقع از این سرفصل ما دیگه وارد خود بحث آردوینو برنامه‌نویسی و انجام پروژه هاش میشیم. تا قبل از این ما اومدیم با خود آردوینو آشنا شدیم که چرا اصلا ما داریم آردوینو رو آموزش میدیم، چه سودی داره، مدل های مختلفش رو بررسی کردیم و کامپایلر رو اینجور موارد و اون نرم افزار شبیه ساز آشنا شد. از سرفصل پایه های ورودی و خروجی به بعد دیگه وارد خود در واقع بحث پروژه ای آردوینو میشیم و در واقع خودش رو آموزش میدیم. خب بعضی دوستان میگن که توی خیلی از دوره های آموزشی که قرار میگیره بخش اول، این در واقع پنج بخش اول در واقع ندید میگیرن، میگن که اینا مهم نیست، در صورتی که بسیار مهمه. این که ما چیزی رو که میخوایم در واقع یاد بگیم باش کاملا آشنایی داشته باشیم و بدونیم در واقع چی هست، چرا اصلا ما داریم اینو یاد میگیریم و اینجور مواردش رو کاملا بدونیم. پس این پنج سرفصل اول بسیار مهمه و خیلی لازمه، برای همین ما اینو گذاشتیم و قصد نداریم که دوره رو طولانی کنیم. اما این صرف از پایه های ورودی و خروجی میایم در واقع معرفی میکنیم، بررسی میکنیم که آردوینو میتونه به صورت ورودی و خروجی واقع بشه. به صورت پروژه میایم بررسی میکنیم، مثلا میایم یک LED چشمک زن درست میکنیم با آردوینو، یه چیز جذابتر مثلا 7 سگمنت کار میکنیم، نمایشگر 7 قسمتی که خب مبحث جذابه، و بعد میام راجع به LCD کاراکتری پروژه انجام میدیم، پروژه خوب. و اینم من بگم، من هر پروژه‌ای که انجام بشه به عنوان مثال از 7 سگمنت که داریم استفاده میکنیم، من میام خود 7 سگمنت رو معرفی میکنم، اینکه چی هست و چجوری باید استفاده کرد. مثلا LCD من میام انواع LCD گرافیکی کاراکتری رو معرفی میکنم و هر جزئی، هر در واقع قطعه‌ای که ما استفاده بکنیم توی پروژه هامون هم به صورت کامل به شما معرفی میکنم. و در واقع اینجوری میشه گفت که این دوره علاوه بر آموزش آردوینو، آشنایی با سری قطعات کاربردی تو پروژه هم هست. بعد از اینکه پایه‌های ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفت، میریم سراغ در واقع موج PWM و کار با آن، که در واقع میایم معرفی میکنیم PWM چی هست و چه کاری میشه کرد. دو تا پروژه خوب انجام میدیم تو این صرف از پروژه موتور DC و حالا پروژه جذابتر پروژه سرو موتور هست که انجام میدیم. بعد میایم سراغ در واقع پورت سریال که میایم بررسی میکنیم. پورت سریال یک در واقع دنیای واسه خودش داره. ما خیلی از وسایلی که استفاده میکنیم دور برمون از طریق پورت سریال کار میکنه و برای
به خصوص مثلا مانیتورینگ داده هامون از پورت سریال استفاده میکنیم. این بحث مانیتورینگ رو حتما انجام میدیم تو این بخش که خیلی کاربرد داره این مانیتورینگ. و حالا سعی میکنم اگه دوستان نظری دادن، چون میخوام یه وسیله سریالی هم آموزش بدم مثل GPS یا مثلا GSM مودم ها، که حالا به اونجا برسیم تصمیم میگیریم. اگه دوستان نظری دارن بیان اعلام کنن که مثلا راجع به سریال بیان مثلا سراغ GSM مودم ها مثل سیم 900 اینا، یا بریم مثلا GPS یا هر چیز دیگه. بعد از اون میریم سراغ تایمر کانتر ها که در واقع شمارنده ها و وقفه ها رو بررسی میکنیم. کاربورت های زیادی داره. من اینجا قصد دارم پروژه راهندازی سنسور رطوبت HS1101 رو به شما آموزش بدم، که در واقع برای راهندازیش ما باید یک فرکانس متر در واقع طراحی کنیم، که این پروژه هم در واقع یه پروژه دو طرف است. در واقع هم یک فرکانس متر ما اینجا یاد میگیریم که درست کنیم و هم یه سنسور رو اندازه کنیم. من باز هم میگم اگه قطعه ای من استفاده میکنم تو پروژه مثل حالا همین سنسور HS1101، کاملا معرفی میکنم نکات مداری که داره، سعی میکنم در واقع شماتیک مداری که لازمه رو برای شما بذارم که کاملا آشنا باشین با اون قطعه. بعد میریم سراغ ارتباط دو طرفه پروتکل I2C که از پروتکل های بسیار پرکاربرد خیلی از سنسورها در واقع از این پروتکل پشتیبانی میکنن و کاربردش خیلی زیاده. من توی این طرفه سعی میکنم ایتو پیرام ها رو معرفی کنم و یک پروژه با اونها انجام بدم که خیلی کلیه و در واقع میشه تعمیمش داد به حال سنسور هایی که از پروتکل I2C پشتیبانی میکنه. بعد میریم سراغ ارتباط از طریق SPI یا پروتکل SPI که این پروتکل هم پروتکل پرکاربردیه. به عنوان مثال SD کارت از این پروتکل پشتیبانی میکنه. توی این صرف است من قصد دارم که ارتباط بی سیم با ماژول NRF رو در واقع انجام بدیم پروژه رو، که خیلی پرکاربرد و خیلی پرطرف داره و به صورت کامل هم NRF رو خدمتتون معرفی خواهم. بعد میریم سراغ این که حالا چجوری یک کتابخانه جدید به محیط برنامه اضافه کنیم و حالا کتابخانه دلخواهمون رو به آردوینو اضافه کنیم. بعد از اون همین سراغ ارتباط آردوینو با سی شارپ، اینکه ما چجوری تعادل اطلاعات کنیم بین آردوینو و سی شارپ. و بعد هم که در واقع نتیجه گیری و پایان دوره هست، میایم یه مرور کلی خواهیم داشت به اینکه چیکار کردیم تو دوره و یه نتیجه گیری خواهیم داشت. اما پیش نیاز هایی که این دوره نیاز داره، اما که من بگم در حالت کلی پیش نیاز ها به این معنی نیستن که اینا اجباری، حتما شما 100% باید بلد باشین و مسلط باشین به این پیش نیاز ها. این پیش نیاز ها در واقع به شما بیشتر کمک میکنه و اون کسایی که به هر حال پیش نیاز های هر دوره رو بلد باشن نسبت به اونایی که در واقع بلد نیستن و با همین دوره دارن شروع میکنن، مثلا اونا سرعت خیلی بیشتری دارن و راحت تر میفهمن مسائل. اما پیش نیازهای این دوره در واقع لازمه که یه آشنایی نسبی با مفاهیم الکترونیک داشته باشین، اینکه والا مثلا یه سری قطعات چجوری کار میکنه و از اینجور موارد. میگم تا جایی که وقت اجازه بده من کاملا و مفصل توضیح خواهم داد، ولی خب میگم اونایی که با پیش نیازها آشنا هستن و بلد هستن سرعتشون خیلی بیشتره، یعنی سرعت فهمشون بسیار بالاتر. پیش نیاز بعدی که واسه این دوره نیازه دوره آموزشی کنترلر های AVR هست، این که خب حالا به صورت کلی من میگم این آردوینو ها مبتنی بر AVR هستن. خب خوبه که ما خود میکرو کنترلر های AVR به صورت جداگانه رو بلد باشیم، که خب اون دوستانی که میکرو کنترلر های AVR رو بلد هستن و کار باشون بلدن و مسلطان و کار کردن، دوره آردوینو دوره ساده واسه شون محسوب میشه. و دوره آموزش نرم افزار پروتوس هست. من همونطور گفتم خب قصد داریم پروژه‌مون شبیه سازی بکنیم، تو سرفصلامون هم بود و اون یکی از نرم افزارهای شبیه سازی که استفاده میکنیم نرم افزار پروتوس هست. چه خوبه دوستان نرم افزار بلد باشن و
مشکلی توی زمین شبیه سازی نداشته باشه. اما منابعی که بنده استفاده کردم برای تدریس این دوره، در واقع اول سایت رسمی شرکت آردوینو هست که آدرسش هم من برای شما گذاشتم، و آموزش های انگلیسی زبان که دو ساعت کامل شما میتونین به اونا مراجعه کنین و سوالایی اگه داشته باشین که در واقع ما نتونستیم جواب بدیم از اونجا پیگیر باشین. من اینجا لازم بگم که دوره های آموزشی در واقع درست ما یه دوره های صفر تا صدی انجام میدیم، اما به هر حال هر دوره نمیتونه در واقع تک تک نیازهای همه رو پوشش بده. برای من این دوره ها به صورت در واقع یک موتور محرک میمونن که شما دوره رو یاد میگیرین. من الان مثلا صفر تا صد آردوینو میدونم چیه، من یه هرچی بخوام میتونم بنویسم، ولی حالا باید خودم برم تمرین کنم و پیگیر باشم و پروژه ها رو انجام بدم که در واقع کاملا تسلط پیدا کنم به مبحث آردوینو. دوره آردوینو خب دوره خیلی خوبیه و در واقع خود آردوینو خود خیلی مبحث خیلی خوبیه و در واقع کار رو برای ما آسون میکنه، حتی برای دوستانی که صرفا علاقه دارن به ساختن تکنولوژی جدید میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در واقع اون خشکی و سختی مثلا AVR رو نداره، راحت تر کار باهاش. بنابراین من پیشنهاد میکنم که این دوره رو حتما تا آخر ببینید و پیگیرش باشین. بعد از هر جلسه که تموم شد، بلافاصله بعد از اون یه رو 20 دقیقه که تموم شد، خودتون اگه اون جلسه پروژه انجام شده، خودتون اون پروژه رو انجام بدین، شبیه سازی بکنید. اگه میتونید حالا اگه امکانش رو دارید خود یکی از این بورد آردوینو رو تهیه کنید و در واقع پروژه رو عملی بسازید که تسلط کامل پیدا کنید به مبحث. خب جلسه مقدمه تا همینجا کافیه. امیدوارم دوره خوبی در کنار هم داشته باشیم و به خوبی و خوشی دوره رو به اتمام برسونیم. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.